سازش بین فریده درویش و امرالله صالح به گزارش وبلاگ رازق مامون حاصل تفاهم بین زوجین لطف‌الله نجفی زاده و فریده درویش نجفی زاده و امرالله صالح منجر به حذف مهمترین سوالات از سیاهه مصاحبه کننده شد. تلویزیون طلوع در عمل در خط تلویزیون یکسونگر موسوم به تلویزیون ملی گام می‌زند. پول‌های زیادی از سوی انحصارچیان ارگ و شورای امنیت ملی از طریق ارجاع دست کم 10 قرارداد اعلانات نظامی در اختیار آنها قرار می‌گیرد. گزارش رسیده بیان می‌دارد که در نتیجه تفاهم و سازش بین فریده درویش نجفی زاده، همسر لطف‌الله نجفی و امرالله صالح، سیاهه پرسش‌های نجفی زاده قبلاً روی میز امرالله صالح قرار گرفته بود. تنظیم کننده مصاحبه با صالح فریده درویش بود که در کمیسیون شکایت انتخاباتی وظیفه دارد. فریده درویش مستقیم زیر نظر فضلی کار می کند. انتخاب وی در این سمت به خاطر آن است که امتیازی به لطف‌الله خان از قبل بیمه شده باشد. این حاتم بخشی های سیاسی در همینجا ختم نمی شود. رازیه نجفی زاده خواهر لطف‌الله نجفی زاده نیز در ریاست دفتر ریاست جمهوری انتصاب یافته بود. سیده نجفی زاده خواهر کوچک لطف‌الله نجفی زاده به اشارات ارگ در وزارت مالیه گماشته و اینک به اثر اجرای عدالت عمری اشرف خانی در خارج از کشور ظاهرا مشغول آموزش عالی است. مریم نجفی زاده، رضا نجفی زاده، عنایت نجفی زاده و چندین تن از بستگان نجفی زاده در اثر عرق ریزی های خودش و همکاری ارگ با آموزشگاه های عالی در اروپا فرستاده شدند. اما پیش از آن که امرالله صالح در برابر دوربین شبکه طلوع قرار داده شود، حساس ترین و مهمترین سوالات قبلا از سوی امرالله صالح خط زده شده و صرفا صورت پرسش های بی باد و بی بخار گزینه شده بود. مبادله فهرست پرسش ها چند بار از سوی امرالله برگشت خورده و به لطف‌الله از طریق فریده ارجاع داده شده بود. سوالات هنوز بی پاسخ مانند ترور آمرستان همراه با اعضای خانواده میزبانش در کابل از سوی امنیت ملی، مسئله فضلی و مهمانسرای ویژه در وزیر اکبر خان و رسوایی شهرداری که تا نامزدی ریاست جمهوری پیش رفته بود، از ورق ارسالی لطف‌الله نجفی زاده حذف گردیده بود. کماکان سوال‌ها در مورد لشکرکشی سرشکن شده شبانگاهی بر پنچر به طور کامل از رده خارج گشته بود. سوال این است که آیا مسئولان اصلی طلوع از این بندوبست پنهان مطلع بودند یا خیر؟ سوال برجسته‌تر دیگر این است: فردی که برای پیمودن حداکثر 2 کیلومتر فاصله از خانه به دفتر کارش 5 تن از افراد مسلح را قبلاً به نقاط حساس افراز کرده و جاده را بند می اندازد، تا چه میزان صلاحیت دارد تا بر استرداد پیشاور پایتخت تابستانی شاهان درجا زده در قرن 19 فیگور بگیرد؟ حتی یک روز یک دوز چابک دست موترسایکل سوار موبایل نفر امنیتی صالح را از دستش قاپیده بود. مگر طنزی تلختر از این می توانید سراغ داشته باشید؟